سلام مردم، خبری های عزیز، خبرهای خارجی ساعت 10 رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. باستاب تظاهرات گسترده عراقی ها، روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز گفته که عراقی ها اومدن علیه حضور نظامی آمریکا در این کشور. CNN هم که تصویر بعدی هست گفته که میلیون ها تن از مردم عراق علیه آمریکا دست به تظاهرات زدن و گفتن که آمریکایی ها باید از عراق برن. حضور گسترده و میلیونی مردم عراق در تظاهرات علیه 16 سال اشغالگری آمریکایی ها ترند یک فضای مجازی و تصاویر اون از پربازنشترین ها در شبکه‌های اجتماعی بوده. این تظاهرات بزرگ عظمت زیادی داشته و مردم عراق یک صدا فریاد زدن که آمریکایی‌ها جونشون رو بردارند و از عراق برن. آقای دکتر حسن عابدینی، کارشناس مسائل غرب آسیا، هم در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفته که تظاهرات عراق همه پرسی مردمی جهت خروج آمریکایی‌ها بوده. اراده و توان ملت عراق و ملت‌های منطقه بر خروج نیروهای آمریکایی و اگر آمریکایی‌ها از عراق خارج بشن، این اتفاقات الگویی برای دیگر کشورها خواهد بود. بریم سراغ خبر بعدی که خیلی مرتوجه قرار گرفته. تعداد مبتلایان به نوع جدید ویروس کرونا از 1000 تن گذشت، 41 کشته تا کنون. منابع بیمارستانی میگن تعداد کسانی که تا حالا در چین به نوع جدید ویروس کرونا مبتلا شدن به 1000 تن رسیده. خبرگزاری فرانسه هم به نقل از آمار دولتی گزارش داده تا کنون 41 تن در چین جان خودشون رو بر اثر ابتلا به این ویروس از دست دادن. سفارت ایران در پکن هم در پی شیوع ویروس کرونا با صدور اطلاعیه‌ای از ایرانیان مقیم چین خواسته که از حضور در اماکن پرتردد خودداری کنند و به مسافران ایرانی هم توصیه‌های لازم رو در این باره کرده. و ویدیویی رو ببینید از داخل یکی از بیمارستان‌های چین در پی شدت گرفتن انتشار ویروس کرونا. 三具尸体已经在这里躺了一个上午了，有的人已经是凌晨死的，到现在没有人来处理。然后医生、护士还有病人全部都在这种环境下面工作，这就是定点医院的现状，没有任何人管。刚刚找领导，没有领导。 حمله ویروس مرگ به جهان. کرونا نفس بازارها رو هم گرفت. بیش از 32 میلیون چینی در قرنطینه. با افزایش تلفات این بیماری تنفسی، دولت چین تصمیم گرفته تدابیر لازم رو جهت ممانعت از گسترش اون افزایش بده. از جمله این اقدامات قرنطینه شدن شهروندان 11 شهر با جمعیت بیش از 32 میلیون تن هست. جشن‌های سال نو چینی لغو شده، فعالیت‌های مراکز تفریحی و فرهنگی هم به حالت تعلیق در اومده و حرکت قطارها و هواپیما به شهرهای قرنطینه شده متوقف شده. برآوردهای افت بیش از 5% قیمت نفت در 4 روز گذشته رو نشون میده. همچنین شاخص CSI 300 چین هم بالغ بر 3% ارزش خودش رو از دست داده و شاخص شانگهای کامپوزیت هم نزدیک به 3% ریزش داشته. کشورهای ویتنام، ژاپن، هنگ کنگ، ماکائو، سنگاپور، عربستان، آمریکا، تایوان و برخی دیگر هم در زمره مناطق مبتلا به این ویروس هستند. اما ببینید درگیری در فروشگاه‌های مواد غذایی در شهر ووهانگ چین. مسدود کردن خیابان‌های شهر ووهانگ چین رو هم با هم ببینید. بیمارستان 1000 تخت خوابی که در طی 7 تا 10 روز قراره ساخته بشه در چین.
کامیون‌های مساله جهت ساختن بیمارستان هزار تخت خوابی شهر وانگچین رو هم با هم ببینیم. بریم به ترکیه. زلزله اومده، زلزله‌ای به قدرت 6 و 8 ریشته در استان الازیق در شرق ترکیه که کانون این زمین لرزه عمق 7 کیلومتری شهرستان سیبلجه در 30 کیلومتری الازیق اعلام شده و استانهای دیاربکر، شیرناک، ماردین، شانلی اورفاق، گموشهانه، سامسون و ملردین حس شده و گفته شده حدود 20 ثانیه طول کشیده. وزارت بهداشت ترکیه هم که تصویر بعدی هست از افزایش تلفات زمین لرزه شدید در جنوب شرقی این کشور خبر داده. فخرالدین کجا وزیر کشور ترکیه گفته تاکنون حداقل 18 تن بر اثر وقوع این زلزله در استان الازیق جون خودشون رو از دست دادن. البته تازه ترین آمار از وقوع زلزله 6 و 8 ریشتری 19 کشته و 922 مصدومه که در ویدیوی بعدی می‌بینیم. امداد به وقت محلی. منابع خبری تا این لحظه آخرین تلفات زلزله 6 و 8 ریشتری شرق ترکیه رو 19 کشته و 922 زخمی اعلام کردند. جستجوی جانباختگان و مصدومین زیر آوارها در استانهای الازیق، مالاتیا و بخشهایی از دیاربکر ترکیه ادامه دارد. اکثر اماکن شهر سیبریجه مرکز زلزله 100% تخریب و یا آسیب جدی دیده است. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا. ویدیو بعدی رو ببینید از زمین لرزه شدید در ترکیه. اولین تصاویر از این زلزله بود و همچنین لحظه وقوع زمین لرزه در برنامه زنده تلویزیونی در ترکیه. برنامه اولای گوی بی درومونز بار. بو دا sanırım deprem oluyor. Evet. Şu an çok felaket depremi takip ediyoruz duyuyoruz. Evet. Evet. Canlı yayında yakalanan. Kısa bir ara vereceğiz. Şu an depremi yaşıyoruz. Çok felaket sallanıyor. Kaptan altına girsek iyi olacak. آقای جو بایدن، نامزد دموکرات‌ها برای انتخابات ریاست جمهوری 2020، گفته اگر رئیس جمهور بشم به تعهداتم در برجام برمیگردیم. گفته ترامپ کار اشتباهی کرده که از تعهدات تسلیحاتی خارج شده و از همچنین توافق هسته‌ای با ایران. البته جالبه که آقای بایدن هم ترور ژنرال قاسم سلیمانی رو درست دونسته. و بریم سراغ محورهای مهم توافق قرن که منبعش از شبکه تلویزیونی رژیم اسرائیل هست، رژیم صهیونیستی که ملاحظه می‌فرمایید محورهای اصلیش هست. و خبر آخرمون در حاشیه مجمع جهانی که برای هولوکاست برگزار شده، مایک پنس معاون ترامپ باز هم به اصطلاح زایه شده و اروپایی‌ها باش دست ندادن. این بار شاهزاده انگلیسی چارلز، پرنس چارلز با او دست نداده. با هم ببینید. مجمع جهانی هولوکاست بود. با تلویزیون اینترنتی مردم خبر همراه بمانید.